افسر صهیونیست مورد اشاره رهبری که بود و چه گفت؟ رهبر انقلاب در سخنرانی اول فروردین در مشهد مقدس با تاکید بر توان مهندسا و متخصصای داخلی خودمون به یه افسر صهیونیستی اشاره فرمودند که از توانمندی مهندسای صنعت موشکی کشورمون متحیر شده بود و به شدت ابراز شگفتی میکرد. اسم اون افسر یوزی رابینه. برای کسایی که به مسائل موشکی علاقه دارن تو منطقه خاورمیانه کاملا آشناست. رابین بین سالهای 1991 تا 1999 مدیریت برنامه دفاع موشکی اسرائیل رو به عهده داشت. این جناب یوزی رابین در 17 جولای 2015 توی واشنگتن و تو جمع بعضی از فعالای حوزه نظامی و افسرای نیروی هوایی آمریکا و عده‌ای از محققین تو حوزه دفاع موشکی و سلاح‌های هسته‌ای حاضر شد و حدود یک ساعت سخنرانی کرد که قسمتی از اون سخنرانی از این قرار بود. ایرانی‌ها به خوبی در جریان تحولات در بحث دفاع موشکی، مخصوصاً الان که این سامانه‌ها در خلیج فارس مستقر شدن، هستند. اونا فاتح 110 رو برای شکست دادن سامانه‌های دفاع موشکی ساختن. من یه مهندسم و به عنوان یه مهندس باید بگم که ایرانی‌ها در مورد فاتح 110 خیلی خوب کار کردن. اونا یه راکت 610 میلیمتری رو انتخاب کردن و ارتقاش دادن. اونا به شیوه‌های مختلف دقت موشک رو افزایش دادن و در حال حاضر این موشک میتونه یک بلوک شهری رو کاملا نابود کنه. ایرانی‌ها دارن موشک‌های بالستیک در حجم بالا تولید و ذخیره می‌کنن. حتی نشانه‌هایی هم درباره صادرات این موشک‌ها وجود داره که واقعا غیر قابل باوره. ما معمولا می‌دیدیم که مسیر صادرات موشکی به سمت ایران بود، اما به نظرم الان این مسیر برعکس شده. رابین با اشاره به نسل جدید موشک فجر 5 که روی سر اونها بالک‌های نصب شده گفت: این تصویر در اسرائیل توجه ما رو به خودش جلب کرد. ایرانی‌ها قطر راکتاشون رو کاهش دادن که معنیش اینه که این سلاح در بحث دقت در عملکرد خیلی پیشرفت داشته. به نظرم ایران تو این بخش در سطح قدرت‌های جهانی عمل می‌کنه. ایران اصلاً نیازی به سلاح هسته‌ای نداره. اونا میتونن با این موشک‌های 2000 کیلومتری که حالا دقت بالایی هم پیدا کردن، کشورهایی مثل اسرائیل رو فلش کنن. اگه اهدافی مثل نیروگاه‌ها رو انتخاب کرده و اونها رو مورد هدف قرار بدن، پس میتونن بدون نیاز به سلاح هسته‌ای یک کشور رو فلج کنن. ایرانی‌ها در 2 سال اخیر چندین تصویر از انبارهای موشکیشون رو به نمایش گذاشتن که مشخصاً انبارهای متفاوتی هستن. اونا تو این انبارا موشک‌های قیام و قد رو انبار کردن. موشک قیام با برد 800 کیلومتر موشکیه که به نوعی نمونه ارتقا یافته ایرانی بر اساس موشک اسکاتسی. اینجا هم ایرانی‌ها یک مهندسی خوب رو به نمایش گذاشتن. ایرانی‌ها یه بار در سال 2012 به برنامه‌ای برای ساخت موشک کروز حمله به اهداف زمینی به نام مشکات اشاره کردن، اما هنوز تصویری ازش نشون ندادن. اونا در نهایت موشک سوما رو رونمایی کردن. من سرعت این موشک ایرانی را با KH-55 روسی مقایسه کردم و متوجه شدم که این نه یک کپی چینی، بلکه یک کپی ایرانی از موشک KH-55. احتمالاً موتور جتی هم که روی این موشک نصب شده با نمونه روسی تفاوت‌های زیادی داره. این یک دستاورد بزرگ مهندسی برای ایرانی است. این در واقع یک کپی نیست. من از لحاظ تکنیکی به احترام افرادی که این کار رو انجام دادن کلاه از سر برمی‌دارم و به اونها احترام می‌ذارم. اما در بخش آخر این نشست یوزی رابین تاکید می‌کنه که ایران این دستاوردهای موشکیش رو در شرایط تحریم به دست آورده. تصور کنید اگر این کشور تحریم نباشه چطوری برنامه‌های خودش رو گسترش می‌ده.